شهر با تاریخی بیش از 3500 سال و آیین های کهن و فناوری عجیب. تمدنی کم نظیر میان کهن شهرهای ماوراء النهر بزرگ. صنعت معماری مخصوص با عجایبات های بی نظیر. شهری کرم صحیفه نوی از تاریخ گذشته خلق تاجیک. در کتاب‌های زیادی تاریخی و حتی در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی اطراف شهر قصه گفته می‌شود که در نزد دریای پنج جویگر است و همزمان در بلندی کوهستانی که حتی زمین با آسمان راز می‌گوید. در زمان صاحب استقلال کشور از جانب پروفسوران تاریخ‌دان تاجیک یک شهر زیبای در دل کوهستان ناحیه درواز آشکار گردید با نام شهر کرم. و باید بگویم که شما حتما بینندگان عزیز اطراف این شهر اطلاع دارد و هیچ گمان نمیکنم که آن را بسیار هم زیبا با چشم سر دیده باشید. این را گروه اجادی برنامه در آینه تاریخ با وجود اونقدر راه دشواره که تا این شهر آمده میرسد پشت سر گذاشت و آمد به اینجا و تا اینکه شما را آشنا ساخته باشد، تا اینکه چشمان شما را آب داده باشد با یک شهر تاریخی که در دل کوهستان دیار جایگیر است. این شهر تقریباً 3500 سال پیش بنیاد یافته به دوران تمدن آریانی باستان راست می آید. معبدهایی که در نتیجه حفریات باستانشناسان پیدا شدند از پیروان آیین زردشتی بودن ساکنان این شهر گواهی می دهند. در آن بازمانده های معبد پنج منارادار آتش، معبد آب، دو معبد باد، آسیاب بادی، لوحه کتاب اوستا، میدان کلان چوگان بازی، مجلسگاه ها و بناهای معموری و استقامتی به نظر می رسند. گفته می شود که در زمان آبادی شهر قدیمه کرم در مساحت 100 گکتر جایگیر بوده است و جایی که من قرار دارم این قرارگاه شاه بود که شاه با اهل و بیت خود از اینجا می نشست و در پایان میدان وسیع جایگیر است که هر گونه چوربینی های ورزشی و فرهنگی دایر می گردید و همین گونه شاه می توانست با اهل بیت خود از این بلندی برگزاری چوربینی های فرهنگی و ورزشی را به ممانعت تماشا کرده باشد. این مکان باستانی در قلمرو ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان و در شرق تاجیکستان واقع شده است. طبق پیشگویی عالمان باستانشناس، باقی مانده های دیوارهای احاطوی از آن گواهی می دهند که این شهر حاکم نشین در زمان آباد بودنش تقریبا در مساحت 100 گکتر دامن پهن نموده بوده است. طبق سرچشمه های باستانشناسی، خود این شهر یا قلمرو حاکم نشین کرم در قلمرو ماوراء النهر خراسان یادگاری کم نظیر به حساب رفته، با صنعت معماری مخصوص در میدان 32 گکتر جایگیر شده است. بینوی قلعه از خشت پخته ساخته شده، لوله های سفالین و دیگر آثاری از آن کشف شده شهادت می دهد که اجداد ما هنوز در زمان های قدیم در این منطقه کوهستان در برابر دیگر پیشروی ها از کاریز و گرمابه و دیگر شبکه های آبرسانی وسیع استفاده می کردند. بنا به اندیشه مورخان از روی سبک معماری پنج منار شهر کرم خیلی قدیم است و شاید به دوره دوی پیش از میلاد نسبت داده می شود. از نقطه نظر توپوگرافی کرم موقع خوب استراتژی را اشغال می نماید. بازمانده این شهر در چوراهای کاروانگذار واقع است. در قسمهای گوناگون کرم باقی مانده های کهندیز و شهرستان معین شده اند. اکنون شبهه نیست که کرم باقی مانده شهری گم شده
کران است. ما از تاریخ میدونیم که تو آمدن دین اسلام به سرزمین ما اجدادان ما پیروی از دین زردشت میکردند و این حال من در مجلسگاه یا نیایشگاه مردمان شهر قدیمه کران جای گیرم که از اینجا محض موبدان را یا وزگوی موبدان را گوش میکردند و طبق اخبارات های تاریخ شناسان گویا از وضع گفته موبدان زردشت مردمان به وجد می آمدند و رو به سما میکردند و پاسخ و سوال های خود را جستجو میکردند. بنا به تاکید باستانشناسان رودی پنج که تخمین 800 متر پایین از شهر کران گذر میکند همان رودی دایتیای نیک است که اکثر اوستاشناسان تخمین میکنند. با رودی دایتیای بسیار حادثه و اسطوره های آریایی ها که در اوستا ذکر شده اند وابستگی دارد. در کنار همین رود اهورامزدا خدای بزرگ آریایی ها اولین انسان یعنی کیومرث را به وجود آورده است. این منبری که عین حال من قرار دارم منبری نمونه اصل است که هنگام کوفتکوهای آرکئولوژی از شهر قدیمه کرون دریافت کردند و طبق اطلاعات تاریخ شناسان ماست در روی همین تخته سنگ کتاب بزرگ اوستا گذاشته میشد که از روی سه رکن اساسی آن پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک که جوهر اساسی جهان بینی مردمان آریایی را در بر می گرفت و مردم وعظ می گفتند. نخستین اطلاع در باره شهر کرام در عصرهای نوح میلادی در اثر ابن خدادبه زیر عنوان کتاب المسالک و الملائک ثبت شده است که گویا به دولت طاهریان 4000 درهم خراج می پرداخته است. مکان این شهر تا کنون معلوم نبود ولی دانشمندان چون مارکوارت و بارتول مکان واقع شوی شهر کرام را در جنوب بدخشان و در درواز و روشان خوانده بودند. با گفته باستانشناسان مساحت دیش یا قلعه این شهر بیش از یک گکتر بوده و در مناطق کوهستان آسیای مرکزی یکی از بزرگترین قلعه های شاهان به شمار می رود. در گذشته منار شهر کران خیلی بلند بوده و در روزهای تجلیل از جشنهای مختلف در بالای آن آتش مقدس افروخته می شده است. از مکان حفریات ظرفهای قدیمی از جمله لالیهای سفالین پیدا شدند. گروه ایجادی ما هنگامی نوربرداری بلندی کوه را ثبت نمودند که در بالای آن دیوار قدیمه خراب شده وجود داشت. با قولی هم صحبتانمون این خانه های خراب شده بیرون از قلعه حاکم نشین جای داشته اصلا در آن مردمانی میانه حال شهر کرون زندگانی میکردند. باید گفت که بر علاوه شهر قدیمه کرون که شما دیدن کردید باز بالاتر آن مردم روستایی زندگی میکردند. مردم شهری بود و مردم دهاتی و آن مردم که در قسمت بالای شهر کرون جایگیر بود به شهر که بازار بود و دیگر چیزهای دیگر مال و اموال میخریدند و چیزهای دیگر بود و رفت آمدشان محض طریق همین جاده که من قرار دارم صورت میگرفت. ذهن ما را هنگام دیدار از این منطقه تاریخی یک نقطه به خود جلب نمود که این هم باشد آبیاری این شهر بود. یعنی این شهر که در بلندی 800 متر از دریای پنج جایگیر شده است در آن زمان ها چگونه با آب تامین بوده است؟ بنا به قول باستانشناسان این مردم از تکنولوژی همان زمانه خیلی خوب برخوردار بودند. آنها
آب را طریق لوله‌های سفالی به این شهر کشانیدند. هنگام حفریات‌ها آن لوله‌های استفاده شده پیدا گردیدند که به درست بودن این اندیشه دلیل شده می‌توانند. این مردم در آن زمان‌ها آنچنان پیشرفته بودند که حتی سنگ‌های سخت و دروش را سوراخ کرده و سفته می‌کردند و از آن هر گونه اشیاهای روزگار می‌ساختند. این نمونه ظرف‌های سنگینی که پیشنهاد شماست بازیافت از شهری کرام است. چیز جالب دیگری که دقت ما را به خود جلب نمود این بازیافت های بودند که شکل های گوناگون گیومتری داشتند و گویا این تبلیسه گروه خون های آدمان می باشد. دانشمندان و باستانشناسان بعدی پژوهش های زیاده اطراف این شکل های گیومتری و چنین خلاصه آمدند و گویا به اندیشه آنها مردم این شهر از علم طب نیز خیلی خوب برخوردار بودند. دانش تفکری که آریایی ها در طول تاریخ هزار ساله خود داشتند بسیار هم شگفت انگیز است. آنها دستیاب بودند به علم ستاره شناسی، طب و زیاده علم ها که حتی در زمان امروز برای بعضی انسان ها و یا که عالمان معما است. مثال آن را ما می توانیم در آن همین سنگ پاره ها ببینیم که طبق تحلیل های عالمان زیاده گویا که این گروه بندی خون های انسانیت بوده است و ببینید اون مردم در تاریخ 4000 و زیاده از 4000 هم به چنین گونه علم ها دستیاب بودند و این دلیل بی بحثی آن است که تمدن و علم و فرهنگ از سرزمین جوش زده است که نام آن تاجیکستان است. واقعاً شهر کرم صحیفه نوی از تاریخ گذشته خلق تاجیک است. واقعاً هم شگفت انگیز است بینندگان عزیز. ببینید چنین یک بود هوای زیبا و معطر را در خود جای دارد این موضع شهر قدیمی کرم. با حضله که از همراهان ما گروه جدی ما گفتند که من خود را در پرسپولیس قدیمی که معروف است با تخت جمشید تصور میکنم و ببینید بسیار شبیه هست، بسیار شبیه هست و این حال از این زینه هایی که من بالا میروم هزاران مردم قدیمه کرون پایین و بالا شدند. ما از تاریخ وقتی میخونیم شهرهای قدیمه در جایهای ساخته شده است که از همه نگاه مفید است برای زیستن آدمان، مثلا آب و هوای او، طبیعتش و موقع جو گیر شوی است و چون این سنگ ها که از همین جو دریافت کردید است این کوارس است به فکر من سنگ کوارس است. چی اهمیت داشت به فکر شما ماست در همین جو بنیاد شدن شهر قدیمی کرم؟ در تاریخ شهر قدیمی امریکایی که در پیرو با نام شهر قدیمی ماچو پیچو نامگذاری شده است، در ماس در بالای کوهی کوار ساخته گیه کوهی که از زمین سنگی از زمین سنگی بارد است. بعد کرون شهر قدیمی کرون ما هم ماس در بالای کوهی کوار ساخته گیه. از جهت علمی کوهی کوار چنون میگویم میدانی مگنیتی خود رو دارد، یکان رابطه داشت اگستان با ستاره شناسی و یکان علمی دیگر رابطه داشتن کار کردن در کار داریم. بله شوید تدقیقات ها در آینده باز در شهر قدیمه کرم جرایان یابد و این معمونیست علی خود رو دارد.
من استقامت کننده ام قشلاق رضوی ناحیه درواد از دوری که در امیجا وقت کفت کوی امی ارخیالاوی وی سر شدن امیجا ما اومدیم من نگهبان قبول کردن من از اولی که در امیجا اومدم دردی سر کمه کل دوستان فشار خون نمبلان بد کمه فکر نگه از حسابی امیجا اومدم یکون بود هواش خوب بود یعنی سای امین ایساب جو حسابی بلندیش چه خیلی که من از امین شکایت دیگر از دردی سر از حسابی امین فشار خونم دیگر ندارم همه خوب شدن نخستن امین خلادا برای بنابر همین نمی مردم همینجا را انتخاب کردن زندگی کردن یا حسابی چی که بود حواش بسیار خوب هست با تشویق و ترغیب این موضع زیبای و باستانی دیار امکان است صفی سیاحان را به ناحیه درواز باز هم زیاد نمود زیرا امروز برای هر گردشگری چنین شهری بوالعجبه که در دل کوهستان وطن جایگیر است قابل توجه خواهد بود